بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت یک و یک شما بیننده های عزیز. امید که تا این دمار همراه بوده باشین و خوشحال هستم که در بخش دیگر از برنامه امروز خدمت شما هستم. مهمان عزیزی در برنامه داریم، یک تن از جوانان فعال و جوانان با استعداد را دعوت کردیم. ان شاء الله که بیشتر باشون صحبت خواهد کردیم، ما را همراه باشین. و مهمان ما هستند جناب آقای محمدی، وید احمد محمدی، فارغ التحصیل فاکولته حقوق و علوم سیاسی. جناب آقای محمدی خیلی خوش اومدید در برنامه. زنده باشین استاد جان. سلامت باشین. اگر معرفی کوتاهی داشته باشین برای ما و بیننده‌های عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. نام وید احمد، ولد محمد ظاهر، تخلص محمدی، سکونت اصلی ولسوالی اوبی و فعلی فعلا هرات، فارغ التحصیل دانشگاه حقوق و علوم سیاسی پانتون آسیا. بسیار نیک. من تا جایی که خبر شدم جناب آقای محمدی اول عمره هم فارغ شدیم. مبارک است. احسن. زنده باشین. تشکر. و در سمسر قبلی هم ظاهرا اول بودین. تشکر. بله. بیننده عزیز، همچون جوانان ما میخواییم که در برنامه با خود داشته باشین و چگونگی رمز موفقیتشان را جستجو بکنین. در کنار از این از داشته و اندوخته هایی که دارن میخواییم استفاده بکنین و الگو باشن برای دوستای دیگریمون که بیننده برنامه هستن در هر کجایی که هستن و اگر کسانی که هر روز برنامه ریزی نکردن و اهداف برای خود تعریف نکردن، ما تلاش میکنیم که از این طریق هم راه برشان آسان بکنین و تلاش بکنن، حرکت بکنن، ان شاءالله که به اهداف زندگی خود برسن. آقای محمدی میخواین که روی اخلاق صحبت بکنن. ما میخواییم که بیشتر با ایشان صحبت بکنین. اخلاق چه مفهوم را افاده میکنه؟ یک جوان مسلمان چگونه اخلاقی باید داشته باشه؟ و از همه مهمتر، چه معیارات به عنوان معیارهای اخلاقی در جامعه شمارده میشه؟ و ما مسئولیت ما چقدر هست؟ نمونه هایی که در صدر اسلام پیامبر حضور اسلام با صحابه خود داشتن، برخوردهای اخلاقی که داشتن چگونه بوده و صحابه بزرگوار پیامبر چگونه داستان برخورد پیامبر و چگونه روشهای زندگی پیامبر با ما نقل میکنن، مواردی هست که از جناب آقای محمدی جویا میشیم. ویدما جان، اگر لطف بکنین روی تعریف اخلاق صحبت بکنین که اخلاق چه تعریفی میشه، بعد میشه ابعاد دیگرش بعدن صحبت بکنین. خود اخلاق که است در لغت همو به معنی خلق می آید و در اصطلاح عبارت از همو مجموعه سلوک و قواعدی هست که یعنی امور باطن، مربوط به امور باطنی میشه که اونها ما با دید بصیرت می توانیم ببینیم. یعنی از دید ظاهری ما نمی توانیم اونها رو ببینیم و در اصطلاح هم عبارت از همو مجموعه امور و قواعدی است که زندگی ما را تنظیم می کنه. یعنی در جامعه که ما زندگی میکنیم، اخلاق است که رفتارهای ما و چگونه زندگی کردن ما را در این جامعه تنظیم میکنه. قواعدی داره که بر اساس اون قواعد زندگی ما را تنظیم میکنه. بسیار نیک. حالا ما اگر میایم روی اخلاق صحبت میکنیم، اهمیت زیبر یک جامعه اسلامی یا برای مسلمانهایی که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنن چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ وقتی که ما روی اخلاق صحبت میکنیم و خود اهمیت اخلاق را میخوایم بدانیم، خود اهمیت اخلاق که است در جامعه انسان اسلامی و انسانی برای ما انسان‌ها که است یک امر مهمیه و از جایگاه بسیار والایی برخورداره. به خاطر این که استاد جان، زمانی که ما و شما در طول شبانه روز یعنی 24 ساعت زندگی خود، اگر در سر کار هستیم، اگر در دانشگاه هستیم، اگر در مکتب هستیم، در هر کاری، اگر در تجارت خود مصروف هستیم، هر کاری که بخوایم بکنیم باید او کار خود با اخلاق یعنی وابسته بدانیم. اخلاق را نمیتونیم ما بگیم از ما جدایه یا مثال اخلاق که هست در امی کار و چیم ربطی نداره. یعنی در هر راستا که هست در زندگی ما مسلمان ها اخلاق یک امر مهمیه. دیگه به همین علت اهمیت بسیار زیاد داره. نقطه خوب اشاره کردین. واقعیت همیست در تمام امور، در هر بخش، حالا چه بخش های اکادمیک هست، چه بخش های تخصصی هست، بیا هم اهل کسب و کارن، با واقعیت معنا هم همیست که اگر اخلاق نیکو و برخورد نیکویی با مردم اجتماع دارن، ببینیم از جایگاه خوبی برخورد دارن. من میخوایم این سوال بکنم که ما در زندگی میتونیم کیا رو الگو بگیریم به عنوان الگوهای حسنه خود در قسمت برخوردهای اجتماعی و اخلاقی که در جامعه ما داره؟ چنانچه که در قرآن کریم الله متعال می فرماید و
ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق الله العظيم. الله متعال میگه برای شما بهترین الگو و بهترین کس که شما اور الگوه در زندگی خود قرار بدیم اسوه حسنه هست حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. که وقتی که ما و شما سیرت پیامبر را بریم مطالعه بکنیم، در رابطه با خود پیامبر معرفی از او و زندگی نامه از او ما شناخت کامل پیدا کنیم. اینجا ما میفهمیم وقتی که او الگو قرار بدیم که ما باید از چی اخلاق استفاده بکنیم تا به او سطح و جایگاهی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن ما هم برسیم. دیگه یگانه الگویی که ما میتونیم، یعنی به عنوان مهمترین الگو ما برای خود انتخاب بکنیم در راستای اخلاق و در راستای دیگه امورات زندگی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میباشه. و همچنین بعد از او هم ما بزرگایی داشتیم که از اخلاق بسیار نیک و از اخلاق پسندیده برخوردار بودند، اونا رو ما میتونیم در زندگی خود الگو قرار بدیم. که حتی از این نمونه های زیاد هست که حضرت امام ابو حنیفه ما میتونیم در راستای اخلاق ما چه کنیم، خود پیامبر و دیگه بزرگوارا هسته که در راستای اخلاق ما میتونیم اونا رو الگو خو. ولی نظر با آیه قرآن کریم که الله متعال به ما چه کرده، یعنی فرض به ما و شما که ما و شما در راستای اخلاق و در دیگه راستا هم چندین جا الله متعال حتی در آیات متعدد آمده که بعد از اطاعت خود ما و شما را امر کرده که از الله متعال از پیامبر خدا اطاعت کنیم. پس در راستای اخلاق هم باید مواردی هم هست که ما دقیقا نام ببریم که این به اساس تأثیر اخلاق بوده، یا فرض بر این داشته باشیم که یک غیر مسلمانی تأثیر پذیر شده باشه از اخلاق صحابه و پیامبر در صدر اسلام که بعد این باعث شده باشه که اونا به دین اسلام رجوع بکنن، و یا هم موارد دیگری اگر به ذهن داره. استاد جان، موارد زیادی هست که در بسیاری از اوقات بسیاری از مشرکین زمانی که با پیامبر خدا روبرو میشند و زمانی که اخلاق آنها رو میبینند، رفتار پیامبر خدا رو همراه خود میبینند، جا به جا ایمان میآورند. و ما میتونیم از این موارد به یک داستانی از چی اشاره بکنیم که یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بازار مکه قدم میزدند، یک پیرزن یا کلبار دیشت یا گندم بود یا جو بود که او را حمل کرده نمی توانست. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه خود خم کردند همو کلبار اونها رو به پشت خو کردند و بعد گفتند که مادر جان من میتونم شما رو کمک کنم. به او پیرزن گفت که کی میخواد که پیرزن کمک کنه؟ گفت من میخوام شما رو کمک کنم. خب بعد این مسیر راه را رفتن تا دم خانه پیرزن. وقتی که دم خانه رسیدن پیرزن گفت بار اینجا بگذار. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند نه باشه داخل خانه میبرم. بعد پیرزن گفتند که پس داخل انبار بار بگذار. ببردن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بار خود اینا داخل انبار گذاشتن. بعد از او زمانی که میخواستن بیرون شند او پیرزن صدا کرد گفت که بچم یک دقیقه بیا اینجا. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند سر خود نزدیک کردم کنار گوش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند زمانی که یک فرد کسی را کمک میکنه به او یک پاداشی میدن معمولا، ولی من کدام پاداشی مادی ندارم که بر تو بدم، و من به خاطر که کدام پاداشی مادی ندارم که برای تو بدم به خاطر خدمت تو، من تو یک نصیحت میکنم. بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند این نصیحت مر به مانند دور در گوش خود نگه دار، همیشه در ذهن تو باشه، این فراموش نکن. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند مادر جان بفرمایید. بعد اینجا بود که آن خانم گفت که در این سالها و در این وقتها یک فرد پیدا شده در مکه مکرمه به نام محمد، فرد ساحر و جادوگر می باشه که او جوانا و معمولا جوانایی که به مثل تو قدر صادق و جوانای راستکار و جوانای صاف دل هستند، جوانای رم دل هستند، اینا رو از راه بیرا میکنه، روی عقاید اینها کار میکنه، روی باورهای اینها کار میکنه، اینا رو از زمو عقیده و دین آباییشان میگردانه و بیشتر غلاما و همو برده ها رو روی اونا کار میکنه که در مقابل همو ارباب های خوب هستند و حرف اونا رو گوش نکنند. و من این نصیحت رو به تو میکنم که حتما تو با او جوان شاید بر بخوری، و زمانی که تو با او جوان برخوردی متوجه باش که حرفای او رو قبول نکنی، چون او بسیار یک شخص فریبکاری، یک بسیار فریبکار ماهریه. بعد از او این جگا گفتند که نه حال آزاد میتونی بری. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همینطور جلوی رو استاد بود و نگاه میکرد طرف اینا. بعد آن خانم گفت نمیخوای بروی؟ چی شد؟ نصیحت مر
گوش کن چیزی که ما گفتم، او رو به مانند دور پیش خود نگه دار و برو پناه تو به امو لات و ذات و بت‌هایی که بود به امو ارزشمند. بعد از او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طرفشان تبسم کرد و لبخند زد که ما در گوش خود پیش بیارید. بعد گفت آن فرد ساحر، آن جوانی که به نام محمد تو میگی جوانا را از راه بیرا میکنه، او جوان من هستم. پیرزن با شنیدن این حرف جا به جا میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی بسیار دیگه هم از این داستان ها و از این نمونه ها هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که اخلاق نار مشرکین و کافران مشاهده میکردند جا به جا ایمان میآوردند. این بود اخلاق نیک پیامبر صلی الله علیه و سلم. دقیقاً الگوهای خوبی هست و مثال های خوبی اشاره میکنن. بله، حالا به سند و به ساعت و سقم زیر اگر ما بریم مراجعه بکنیم خوبه که علی تخصص مراجعه بکنم. بله، ولی محتویات موضوع بسیار نیک و مبارکه. وقتی ما میبینیم دقیقاً همین اعمال پیامبر داشتن برخورد با مردم و جامعه داشتن، همینطور میپرسان میکنم که جناب آقای محمدی، وقتی ما چنین پیامبری داشتین و داریم، پس چرا تعامل با مردم احسن نیست؟ گاهی وقت شکایت‌ها از جامعه میبینیم، دلیل در کجا میدانیم؟ دلیل در این جایه که ما بیشتر مواقع اگر چیزهایی که الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را امر کردند و بزرگا برای ما گفتند، اگر ما به اونا عمل کنیم هیچ موقع سر راه ما مشکل نمیاد، دوچار مشکل نمیشیم. مشکل این جایه که ما چنانچه که الله متعال گفته که شما الگوی خود پیامبر را قرار بدید، ما الگوی خود آن را قرار نمیدیم. اگر در حقیقت ما الگوی خود پیامبر را قرار بدیم، ببینیم که پیامبر چگونه رفتار، چگونه تعامل، چگونه شخصیتی داشتند. پیامبر شخصیتی داشت، میگه زمانی که با افراد یعنی سلام میکردند و مصاحبه میکردند دست میدادند، میگه دست خود رو زود کش نمیکردند تا زمانی که او فرد دست اینا رها نمیکرد، و زمانی که خود اونا یعنی مصاحبه میکردند طرف اینا نگاه میکردند و تبسم میکردند. این بود اخلاق پیامبر، این بود شخصیت پیامبر. اگر ما هم همین قسم اخلاق در زندگی خود یعنی در کارهای روزمره خود پیاده بکنیم، ان شاء الله که سر راه ما کدام مشکلی دوچار نمیشیم و سر راه ما مشکلی پیش نمیاد. بله، سپاس از شما، تشکر. بیننده عزیز، مهمان برنامه من وحید احمدجان محمدی هستن و موضوع برنامه همچنان روی اخلاق صحبت میکنیم. سوال دیگری که میخوایم مطرح بکنیم است که چه اهمیت اخلاق به دنیا و آخرت ما داره؟ یعنی وابسته هست به این که ما بیایم در دنیا و آخرت بحث بکنیم روی اخلاق، یا یعنی اینکه نه، جزء اخلاقیات هست، اگر مراعات بشه و اجرا بشه فبیها احسنه، و اگر نشه هم کدام مشکلی هم خلق نخواهد کرد. البته روی قواعد اخلاقی اشاره دارم، نه قواعد حقوقی. مثلا جان، زمانی که ما و شما میگیم که چی اهمیتی در امور عبادی و اخروی ما داره، یک موضوع که یکی خود اخلاق در زندگی روزمره ما گفتیم از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، و یکم در امور عبادی و اخروی. چرا؟ در امور عبادی و اخروی هم اخلاق که هست از اهمیت بالایی برخورداره، چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه که همو خلق خوش شما و گفتار نیک شما و رفتار نیک شما با افراد جامعه، با همنوان شما، اینها هم صدقه محسوب میشه. حتی دفع کردن یک ضرر از یک برادر مسلمان، او هم برای شما صدقه محسوب میشه. و همچنین در امور عبادی، زمانی که ما الله متعال را عبادت میکنیم، زمانی که ما در اجتماع با امرای افراد تعامل داریم، اینا همگی که هست به پله حسنات ما حساب میشه، و زمان اینا حساب میشه، زمان اینا مورد قبول درگاه الله جل جلاله قرار میگیره، که امو اخلاق که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یعنی بیان نمودن، تعریف نمودن، مفهومی که ما از پیامبر، برداشت هایی که از اخلاق پیامبر داریم، وقتی که اونا ما به اونا عمل بکنیم، او اخلاق ما یعنی او عبادت ما میشه مورد پذیرش درگاه الله جل جلاله قرار بگیرد. سپاس از شما جناب آقای محمدی. اگر سوال دیگر این قسم مطرح بکنم که شما مینه یک جوان تحصیل یافته و این که داریم صحبت میکنیم روی موضوعات مختلف، مخصوصا روی اخلاق نظری پردازی دارین، توصیه شما برای جوانان و جوانانی که مسلمان هم هستند در محیط اسلامی هم زندگی میکنند، ولی هر کس که شما توصیه داریم، چون همین لحظه در سر تا سر دنیا ما و شما را میبینند، توصیه شما مینه یک جوان مسلمان چیست برینا؟ توصیه ما و پیشنهاد ما من حیث یک جوان مسلمان برای تمام جوانان و نوجوانان و همچنین بزرگان اسلام، توصیه ما ای هست که
چنانچه که الله جل جلاله ما و شما دستور داده که همو الگو و اسوه خود حضرت محمد را انتخاب بکنیم، ما و شما او را انتخاب بکنیم. و زمانی که ما و شما حضرت محمد را الگو و اسوه خود انتخاب بکنیم، میبینیم که پیامبر حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر روایت میکنه، میگه که پیامبر هیچ موقع دشنام ندادند کسی، هیچ موقع کسی لعنت نکردند. وقتی که ما اسوه و الگوی ما پیامبر باشه، هیچ موقع یعنی ما همو وجدان ما اجازه نمیده، همو چی که داریم، اعتقادی که داریم نسبت به پیامبر، ما اجازه نمیده که ما نسبت به یک فرد ناسزایی بگیم یا دشنامی بدیم و یا کسی لعنت بکنیم یا به مقابل کسی بی احترامی بکنیم. پیشنهاد ما اینه که تمام جوان ها وقتی که برند سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم مطالعه بکنند و ببینند و همچنین از بزرگار که اونا چی قسم یعنی به این جایگاه رسیدند و چی قسم محبوب قلب های تمام مسلمان ها بود. برای یک جای تاریخ مطالعه کردم استاد جان، یک جمله جالبی بود. بفرمایید. میگه تمام سلاطین و پادشاه هایی که قبل از پیامبر بود، اینا که بود با همو زور و ضربه که داشتن، با زور شمشیر یا با زور همو پول و اموال که داشتن، مردم را مجبور میگردانیدن که از اونا چکار کنه، پیروی بکنه. ولی یگانه فرده که آماد که مردم قلبن پیروی بودند و قلبن جان و مال و تمام زندگی خور میخواستند فدای آنها بکنند، تنها فردی که یعنی تنها رهبری که بیامد این قسم رهبری بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. که ما و شما بسیار میبینیم از جوانا و نوجوانا از رهروان آنها بود. دیگه توصیه ما اینه که همیشه ما و تمام جوانا در تمام محیط اکادمیک و محیط تعلیمی که هستیم، محیط کاری که هستیم، در محیط خانواده، اجتماع، هر جا که هستیم، در مقابل بزرگتر از خود، چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه در مقابل بزرگا که بود یک احترام خاصی از خود نشان میدادند و همچنین در مقابل اطفال و کسایی که از اونا کوچکتر بود، سطح پایینتری بود، دست عطوفت و مهربانی را در سر آنها مینهادند و همیشه با اونا مهربان بودند. پس ما و شما هم در داخل جامعه همیشه کوشش کنیم یک کسی که میفهمیم که رای غلط و اشتباه را انتخاب کرده، ما و شما او رو یک شکل سرزنش نکنیم، ما و شما او رو در داخل جمع نصیحت نکنیم، او رو همیشه ما و شما گوشه کنیم و تنها با او صحبت کنیم، همیشه او رو تشویق کنیم، او رو نصیحت کنیم که همین راهی که تو انتخاب کردی، این راه تو اشتباهه. یعنی به خاطر چی کار رو ما بکنیم؟ به خاطر اینکه اگر در داخل یک جمع ما او رو نصیحت بکنیم، شاید او خار بخوره، شاید آبروی او بره. چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو اینجاها توصیه کردن با ما که گفتند که آبروی یک انسان از خونی او بیشتر ارزش داره. پس متوجه آبروی انسان بشیم. و کسی که پیامبر میگه آبروی یک انسان رو در این دنیا حفظ میکنه و آبروی او رو نمیبره و داخل جامعه، الله متعال در دنیا و آخرت آبروی او رو حفظ میکنه و او رو کامیاب میگردانه. بله، سپاس از شما، تشکر، معلومات بسیار مفید. هرچند که روی اخلاق هر قدر صحبت بکنیم هنوز هم جای حرف هست. حالا نمونهش چریق در روی اخلاق تاکید میشه و بعضی از صحابه پیامبر حضور اسلام خادم پیامبر بودن و از اونا روایت های دارن، که انشاءالله این موضوعاتی هست که در برنامه امروز برای ما وقت دیگه نیست که ما روی اینا صحبت بکنیم. و به عنوان آخرین سوال، سپاسگزار هستم از شما تشریف آوردین. اگر گفتنی دیگری داریم، میک و کامری شبکی ما به خدمت شما است. تشکر، زنده باشیم. گفتنی هم همین قدر بود. خدا کنه که مؤثر واقع شده باشه برای تمام جوانان و نوجوانان این ملت و برای تمام جوانان و نوجوانان مسلمان. جزاکم. خدا کنه کسی استفاده بکنه از ناستفاده. تشکر از شما. تشکر از شما هم که ما رو کوچک نوازی کردیم، در برنامه خود دعوت کردیم و چند دقیقه همراه شما بودیم. بله، سپاس گذارم. خب تشکر از شما بیننده عزیز که تا این تمام همراه بودین. سپاس از مهمان عزیز که در برنامه تشریف آوردن، روی موضوع برنامه صحبت کردن. انشالله که از داشتهای جوانان استفاده بکنین. میان برنامه کوتاهی میگیریم، بعد از میان برنامه ادامه برنامه با ما همراه باشید.